حاجی، حاجی خوبی؟ سلام آقای دکتر. سلام. ببخشید آقای عزیزی رو کی میتونیم ببریم خونه؟ یه روزی باید تو بخش زیر نظر باشه. اگه وضعیتشون ثابت بود فردا مرخصشون میکنم. خیلی ممنون. فقط خانم باید حواستون باشه دیگه این فشارهای عصبی آقای عزیزی وارد نشه. در گذشته اتفاقاتی براشون افتاده که حتی یاداوریش باعث حمله عصبی میشه. درست. و این بسیار براشون خطرناکه. چشم. آقا کازه، شما داری میری بیمارستان؟ بالاخره آجی ازم انتظار داره. اما اگه اون حرفا درست باشه چی؟ این حرفا رو این پسر حامد زده. ما که هنوز از خدا حاجی چیزی نشنفتیم. وای چقدر دلم شور میزنه. میترسم اتفاقی بیفته. که چی؟ بشینیم دست رو دست بذاریم. بالاخره من باید با حاجی روبرو بشم یا نه؟ اما چرا حالا؟ چرا تو بیمارستان؟ من دل حاجی رو بدجوری زخمی کردم. نباس بذارم که این زخم کنه بشه. آخه عالیه، نگران نباش. به خدا من بیشتر از همه دل نگران حاجیم. خداحافظ. به سلامت. همین دایی. دایی وایس منم میام. دایی ولی شما سوار شو. ببین از این پسره چرا نیومده؟ میان الان تو راه هم. دکتر علویان دفتر فرستدیم. سلام. علیکم سلام. بسم الله. دایی بایستی منم بیم. همین تو بایستی که حرف حساب حالید نمیشه. چی شدم اگه؟ اینو باز چی دنبال خود جان دختی بردی؟ این؟ حالا دیگه دایی کازم شد این؟ مثل اینکه یادت رفته بزرگترته. آقا جون من فقط یه چیز برام مهمه. چی؟ این که اگه آقا جونم رو تخت بیمارستان افتاده واسه خاطر کارهای این آقاست. اگه مشکلی هست بین خودشونه من و تو نباید تو کارشون دخالت کنیم. تو هر تصمیمی دلت میخواد بگیر، هر کاری هم میخوای بکنی بکن، اما به جای من نه. من کاری هم میکنم که به نفع آقا جونم باشه.
داداش. سلام داداش. سلام، خسته نباشی. سلامت باشی. حاجی حالش چطوره؟ الحمدلله بهتره. فقط دکترش گفته که نباید فشار عصبی بهش وارد بشه. میدونم. من نباید میامدم اینجا. این چه حرفیه داداش؟ من که همچنان حرفی زدم. بذار الان میرم بهش میگم که تو اومدی. نه نه، ولش کن، استراحت کنه. تام برو حواست بهش باشه. سلام خانم. سلام. سلام. زود باشین که آقاتون خیلی وقت چشم براتونه. روم سیاست داداش. اصلا نیفهمم چطور شد که به اینجا ها رسید. حالا بذار بچه ها بیان بیرون. بعد برو ببینیش. نه، میرم. یه وقت دیگه میام. بذاری کم بگذره. از بیمارستان مرخص بشه. من ساده دلو بگو. فکر میکردم این حامد دروغ میگه. پیش خودم فکر میکردم حاجی چشش باز بشه صدا میکنی که بیام دیدنش. خداحافظ. ولی آقا جون میری کاری رو که گفتم با دقت انجام میدی، همه یه حساب کتابا رو در میاری. نمیخوام حتی یه دوزاری از مال اون مرد قاطی مال من باشه. کارخونه رو چه کار کنیم آقا جون؟ میفروشی. بفروشیم؟ آره میفروشیم. این کارخونه مشتری های زیادی داره. از اینجا که رفتی همه کارگره رو میفرستی برن، حق و حقوق سماعشون رو پرداخت میکنی با سنوات. نمیخوام هیچ کس ناراضی از اینجا بره. آقا جان تو رو جون عزیز دیگم فکر کن، ما کم زحمت نکشیدیم پای این کارخونه که همینجوری بدیمش بره. نمیخوام، من دیگه این کارخونه رو نمیخوام. این کارخونه منو یاد تمام مصیبتایی که کشیدم میندازه. بفروشینش. وقتی فروختی اول از همه سدانگ داییتونو بهش پرداخت کنی. سدانگ خودتونو بین خودتون و خواهرتون قسمت کنین. پس شما چی آقا جون؟ من دیگه به آخر خط رسیدم. پول به چه دردم میخوره؟ ای خدا. جواب نمیده. میخوایم برم بیمارستان؟ نه، بذار وقت ملاقات بشه همه با هم میریم. ماما جانم چیزی شده دارین از من پنهان میکنین؟ چیزی نشده مادر جون. پس این تلفونا، پچ پچا، حال و روز آقا جون، سکوتش، حرف نزدنش، اینکه از دیروز تا حالا نه بابا حاجی نه همه تو با یه زنگ نزدن حال منو بپرسن. دیدی برو بگیم بگی چی شده. برو برات خوب نیست بایستدی. بیا 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 دیدی دیدی میگم وای نسا.
آقا جون نگفت حاج ابراهیم سر چی اینطوری شده؟ نگفت مریم واسه چی دیشب نیومد اینجا؟ خب خودت از مریم میپرسید چرا نیومد اینجا؟ بابات که داییشه، حمید که داداشیشه، تو هم شوهرش و محرم. ما اینجا کسی نداشتیم نامحرم باشه. چیه قهری؟ نه باز چی باید قهر بشه؟ نمیتونستم با تلفن بهت بگم، ملیه همه جا دنبالم بود. خواستم بیام خونه شما ولی ترسیدم داداش آمدم شر بپا کنه. شر بپا کنه؟ اصلا میفهمی چی میگی؟ من تو به من محرمیم، یعنی ما زن و شوهریم. خیلی خوب، تو که حامد رو ندیدی، ببینیش میفهمی من چی دارم بهت میگم. لازم نیست چیزی بگی، رفتار عملت نشون میده چی ته قلبته. چی ته قلبمه؟ همین که دیشب دیدی بجان که برنش بیای خونه دایید که یوم سر سفرش بزرگ شدی و کنار ما باشی ترجیح دادی که نیاد. آدم اینجور موقعا خودشو نشون میده. من فقط نمیخواستم تو موقعیتی که آقا جونم تو تخت بیمارستان افتاده اتفاقی بیفته، وگرنه خودت که میدونی از خدام کنار تو و دایی اینا باشم. کاش شب بودی و میدیدی آش خانم چجوری نگاه میکرد. چطوری نگاه میکرد؟ اونجوری که انگار زنت اونقدر برات ارزش قائل نبود که بجن که به تو تکیه کنه نرو سراغ برادر بزرگترش. خودت هم میدونی که اینطوری نیست. شما سایه بالا سر مایی علی آقا. نمیخواد خودتو لوس کنی. دیشب متوجه شدم چه واسه مهمه. حالا من باید چی کار کنم که تو ببخشی؟ ها؟ بگو دیگه، بگو باید چی کار کنم؟ با یه معذرت خواهی حل میشه؟ خب ببخشید، معذرت میخوام. این آقای که رفت اتاق کی بود؟ شما با کی کار دارید؟ حاج ابراهیم. این آقا پسر بزرگ دمت گرم. این لیست رو آماده کن برش کردیم برم. چشم آقا. کسی هم چیزی نفهمه. باشه آقا واسم هست. سرکار. سلام آقا. علیکی سلام. هر صبح اینجا هم دنبال حاج ابراهیم میگردم، کسی هم جواب درست حسابی به اون نده، گفتم بیام از شما بپرسم. فرمایش. واسه کار اومدم. رضام آمیز مصطفی. کار؟ بله، دیروز حاج ابراهیم گفت بیام اینجا روی یکی از کامیوناتون کار کنم. اون دیروز بود، ما دیگه راننده نمیخوایم. اما خدا حاج ابراهیم گفتی بیام اینجا. ببین اخوی، توقف بی جا مانع کسبه. بفهمیم بذاریم ما به کارون برسیم که هزار تو گرفتاری داریم. آخه داداش من که دروغی نرم واسهتون بگم دارم. اگه میخواید زنگ بزنید حاجی ببینید گفته بیام یا نه، اگه هم نمیخواید شمارهشو بدید خودم میگیرم. حاجی الان رو تخت بیمارستان حال و سرش اینا حرفی من شماره هم نداره. رو تخت بیمارستان؟ بله، منم به عنوان مدیر اینجا دارم بهتون میگم نه راننده میخوایم نه کارگر. همینایی هم که داریم ردشون میکنیم. بفرمایید خدا روزیتون رو جای دیگه بده. دلت را نده حاجی، میدونی که تو این دنیا هیچ کس اندازه داداشم دوست نداره. پا
کاظمو من میشناسم، تو هم میدونی که تایی دلش هیچی نیست. الان هم اومده بود دیدنت، فهمید نباید بیاد تو اتاق، نیومد رفت. کلی هم سفارش کرد که مراقبش باشه. نگرانم حاجی، دیروز حامد تو روی دایش وایساد، میترسم این حرمت بزرگتر کوچکتری بریزه و هیچ جوری نشه جمعش کرد. حامد خیلی بیجا کرده تو روی بزرگترش وایساده. قصه من و کازم مربوط به خودمونه، هیچ کس هم حق نداره خودش رو قاطی کنه. شما میخوان داداشت پیغون بده که اگه من مردم حق نداره بیاد زیر تابوتمو بگیره. راه ما از این بره، راه اونا از اون بره. به به، چی کار کردی ماما؟ بخور مادر جون، گوشت قرمز برات خوبه، آهن داره، بس جون بگیری. نمک زیاد نزن، برم میکنی، نمکش خوبه. نوشه جون. شما امروز میریم بیمارستان؟ آقات که بیاد پیش تو من میرم. من که دیگه بچه نیستم ماما، میتونم از خودم مراقبت کنم. موضوع بچگی نیست مادر جون، ماهای آخر خیلی خطرناک. اگه یه اتفاق بیفته میخوای چیکار کنی؟ پس منم میام. عجب، من داشتم چی میگفتم؟ ماما بابا حاجی از من انتظار داره. بابا حاجی تو رو درک میکنه. بله. سلام زندگی، من همه جا سر زدم خبری ازش نبود. من اصلا تعجب میکنم دایی کاظم همیشه تلفنشو جواب میداد. تکی هم رفتی مادر؟ آقا کاظم بیشتر اوقات میره اونجا، میگه اونجا بوی آقاشو میده. اونجا هم سر بزن عزیزم. باش الان اونجا هم سر میزن. خداحافظ. سلام دایی، کجای شما زندگی نگرانته؟ مثل اینکه هرچی زنگ زدی جواب تلفنشو ندادی. سلام کربلایی. علیک سلام آقا حمید، از این طرفا. گرفتاری دیگه کربلایی. یالا یالا، فقط یادت باشه شما جوونا باید کار رو از ما پیرمردا تحویل بگیرید. بله درست میگی شما. بسم الله، بفرمایید. دست درد. غذاتونم که نخوردید آقا کاظم، ببرم گرمش کنم. دست درد نکنه، نمیخوام جواب بدی. بسیار خوب. یا الله. حاجی رو دیدی؟ بله دیدم. چیزی نگفت؟ نه چیز خاصی نگفت. دایی خیال میکنی من بچه هم که میخوای گولم بزنی؟ من الان بهتر از همه میدونم که تو دل حاجی چی میگذره. ما جفتمون زخم خورده ایم، اما زخم من رو همه میبینن، رو تن و بدنمه، ولی زخم حاجی تو جیگرشه و هیچ کسی نمیبینه، هیچ کسی از دردش خبر نداره. من به حاجی حق میدم بعد 20 سال هر کاری خواست بکنه، اما کاش قبلش دو کلمه من حرف میزد.
شما که تقصیر ندارید دایی، همه ما اینو میدونیم. همه ما تعجب اینه که چرا تو این 20 سال با آقام راجع بهش حرف نزدی. تو بیمارستان که بودم به نامه با ساقات فرستادم، همه ماجرا رو براش توضیح داده بودم. والا تا دیروز من نمی‌دونستم تو با اون آمر نداد دست ساقات. یعنی تو این 20 سال یه بار نشد راجع به اون کارگاه سوخته با آقام حرفی بشه؟ چرا، خیلی پیش اومد، اما هر وقت اسم زندون و آتیش و کارگاه می اومد من بس و پرت می کردم. من چه می دونستم حاجی اون نامه رو نخونده؟ من چه می دونستم آقا از تقصیر من بی خبره؟ همش سعی می کردم بهش فشار عصبی نیاد، به هم نریزه. ای بابا، چه شانسی داریم ما. دست بر قضا بدم نشد. بالاخره حاجی باید یه روز میفهمید اون شب تو اون کارگاه چه اتفاقی افتاده. نه؟ الان آقا میکم عصبانیه، یه مقدار که بگذره آروم میشه همه چیز برمیگرده سر جاش. شما پاشید، باشید بریم خونه زندای دلنگرانتونه. باشید. باشید آقا، تو برو، من خودم میام. باش. حالا چقدر قیمت گذاشته آقا؟ حرف قیمت که نزده هنوز، فعلا گفته فقط مشتری پیدا کنیم. باز ببینم چقدر میخواد بفروشه. پای کازمم که میونه، دعوا بارا بگیره معلوم نیست بفروشه. آقا منصور میفروشه، داییمه، من میشناسمش. آقا جونم بگه کارخونه رو باید بفروشیم، رو حرفش نه نمیاره. منم خوب این تیر و تایفه رو میشناسم، 30 سال باشون شاخ به شاخم. هرانو نبین که پیر شدم و کرک و پرم رفته. قدیما توی رقابت امونشونو بریده بودم، نفسشونو گرفته بودم. میدونم حرف شنوی کاظم مال زمان صلحه، جنگ که بشه برادر برادر رو نمیشناسه. آقا جون دیگه اون زمونا گذشته. آقا جون و دایی کاظم سری از همسوان، رفاقتشون به این آسونیا به هم نمیخوره. دستشون رو درد نکن. ابراهیم. بله. یه چیزی بگم نه نمیاری رو حرفم؟ بگو. الان وقت ملاقاته، ممکنه داداشم و عالیه هم بیام. تو رو عربه خاک آقات، چیزی نگی بهشون بر بخوره. شما مثل که حرفای من رو شوخی گرفتی خانم. من با زن داداش شما هیچ کاری ندارم، چون کلن با زن جماعت طرف نبودم و نیستم. اما خانداداش شما حق نداره پاشه بذاره تو این اتاق. بهتره بری بهش زنگ بزنی که یخ پانشه بیاد، یا اگرم قرار بیاد و شما خبر داری بهتره بری بس بشینی دم در و نذاری داخل شم. بفهم. سلام خانم جون. سلام مادر. سلام خانم جون. چطوری پیرم بازم که افتادیم چند این بارست بیر شدیم دیگه منصور خان. کم کم باید غزل خداحافظی رو بخونیم. ای بای چه حرفی.
حرفی آقا جون. حرف حق. دست شما درد نکنه. کاری که ازت خواسته بودم انجام دادی؟ بله آقا جون. به خوشیر سپردم حساب که تو برو در بیاره. ظرف امروز فردا خودم ردیفش میکنم. بس معطلش نکن. چشم. سلام عمه جون، قربونت. سلام آقا، خدا بعد نده. خوبی ان شاء الله. سلام خانم، خوبی؟ سلام. حاج آقا خوبن؟ سلام دارم خدمت. تشریف نیاوردن. دست شما درد نکنه. میا. سلام تو. سلام. حاجی، ببین کی اومده دیدنت. عروس تو نوبت. سلام بابا حاجی. علیکی سلام. به خدا من نمیدونستم، به هم نگفته بودن، وگه نه دیروز میومدم دیدنتون. عمه الهی دورت بگردم، امروز هم نباید میومدی با این حالت. بیا بیا قربونت بشم. بشی. خسته نباشی تو دو جان. سلام. بشی با چی گفتن؟ نمیدونم با نمیدونم کارایی که بهت گفتم انجام دادی؟ آقا جون فرصت نشده هنوز. یعنی چه؟ بچم پسر، وقت زیادی برامون باقی نمونده. آقا جون کاری یکی دو روز نیست، منم دست تنام. که چی بشه؟ بالاخره باید این کار انجام بدیم یا نه؟ ببین اگه نمیتونی بگم حامد شروع کنه. شما نگران نباشین آقا جون، من خودم انجامش میدم. خودت که دیدی بابا. ول کن اینا رو، مهم آقا جونم که دیدی محلشون نذاشت. فقط من کورا این حمیدمون موندم. آقا جونو خوشو ول کرده، دو دستی چسبیده به خانواده زنش، ول کنم نیست. نمیگه بابا به خاطر گنگکاری همین جماعت آقا جونم به این حال روز افتاده. خواهش میکنم، زحمت کشیدین آقا. خیلی ممنون، خواهش میکنم. خب دخترم من دیگه میرم، تو کاری نداری؟ نه خدافظ. آقا جون من برسونم. نه عزیزم خودم میرم، بیا کارت دارم. ببین از حالا به بعد حواست به همه چی همه کس باشه. من اگه اون کارخونه رو بخرم واسه تو و ملیه هست، نه خودم. من دیگه امروز خوردنی، فردا هم رفتنی. از شما دو نفرین، خدا نگهدار. خداحافظ. ما دیگه زحمت کم میکنم. کجا شما که تازه اومدی؟ بذار لاغل حاجی یکم عروسشو ببینه. چی کار مردم داری؟ مزاحمشون نشو. پاشو مادر جان، پاشو. حاجی هم باید استراحت کنن. با اجازه. زحمت کشید. خدا شرمنده به خود. خدا حافظ. سلامت. خدا حافظ. حاجی من با عزت میرم نرگس رو برسونم. برو. آش می‌کنم.
سلام. سلام. بابا حاجی هیچ وقت اینجوری رفتار نمیکرد. یه خداحافظ خشک و خالی هم نگفت. مادر به دل نگیر، بابا حاجی تو بچه رو خیلی دوست داره. میدونم دیگه، حتما یه چیزی شده که آقا جونم هم نیومده یادت. یعنی چی؟ چه حرفی میزنی؟ ما اصلا چی کار داریم آتیش بیاریم حرکه بشیم؟ اگرم رفتیم خونه به بابا چیزی نگی یا بگو سلامتون رو رسون. خب دیگه داداش، من امشب میرم خونه دایی کازه. حالا بذار آقا جون از بیمارستان مرخص بشه، بعد هر جا دلت خواست برو. خوب نیست بری تو خونه ای که نامحرم هست. آقا عمد نامحرم کدومه؟ حالا خب آج آقا جل چشه خودتون سیغه محرم یلسه منو مریم بخون. خانمش یادت رفت. درست اسمش تو شناسه آموز، اما زنم. اختیار دارش منم، من میدونم چی کار کنم. مریم بزرگتر داره، اختیار دارم نمیخواد. آقا پسر، احترامو تو کف دست خودت نگه دار. حامد بریم بریم. من نمیام داداش. چی؟ همین که گفتم داداش بزرگترم، این احترامتون واجبه، ولی دلیل نمیشه هرچی شما میگین همون بشه. من امشب میرم خونه دایی کازه. یعنی اصلا برات مهم نیست آقا جونت راضی باشه یا نه؟ آقا جون راضیه. اگه راضی نبود الان من و علی رو با هم دید، خودش به همون میگفت. جلو جمع نخواست چیزی بگه. حالا هرچی، من میرم خونه داینا، تو خود آقا جون به هم بگه. مریم بلشون که حامد بازه کارشون بکنه. شب شب منصوره، الان داره بادومش گرد و میشکنه. حتم دارم تا حالا حامد همه چیزی رو گذاشته کف دستش. البته اگه از قبل با هم شرمش برد نکرده باشه. خدا خودش بزرگه، جای حق نشسته. من مطمئنم همین روزا حاجی از رفتارش پشیمون میشه. عالیه. من همه نگرانیم اینه که خدای نکرده این دوتا بچه تو اون اشتباهات منو پس بدم. نگران نباش، بچه هات هم دست پرورده ای تو هستن، میدونن اوضاع از چه قراره. یه نگاهی به نرگس بنداز، یه نگاهی به علی بنداز. حل میشه. همین پنجشنبه که بله برونه، به حرمت فامیل حاجی کوتا میاد. بابا دختر شیرینی خورده علیه، نمیتونه بله برونه به هم بزنه. حاجی ممکنه اخم و تخم بکنه، ولی رسم و رسوم حرف مردم براش مهمه. حاجی بله برونو را میندازه، ولی کاری میکنه که تمام فک و فامیل بفهمن موضوع چی بوده. نمیکنه. تا اونجایی که من حاجی رو میشناسم اون آب رو داره. خدا از دهنت بشنوه. من برم ماشین. برو مادر. برو. جانم بزرگ.
آقا جون سلام، خوبی؟ حامد توی راه چیزی به آقا جون نگفت؟ نه، چی باید میگفت؟ این که من دیشب رفتم خونه دایی اینا دیگه. نه، حرفی نزد. تو هم اینقدر به این حرفا بال و پر نده. این قضیه هر طور شده امروز فردا باید حل بشه. پس فردا بله برونته. خدا کنه. من که هنوز نفهمیدم چی شده. یه حرف کهنه است. ایشالله درست میشه. راحتی آجی؟ خوبه. شما دوتون بهتر باشی برین دنبال کارتون. اما آقا جون، گفتم خوبه. مادر و خواهرت هستن، چیزیم نمیشه. شما دوتا بهتر باشین برین کاری که ازتون خواستم انجام بدین. فروش کارخونه رو آگهی کنین تو روزنامه. آقا جون آگهی نمیخواد که. نمیخوام مفت بدمش که. آگهی کنین تو روزنامه، هرکی قیمت بهتری پیشنهاد داد میدیمش به اون. میگم آقا جون، بدون اینکه آگهی کنی من میتونم یه مشتری درست درمون پیدا کنم که کارخونه رو به قیمت بخره. و آگهی میکنیم یه وقت این دایی کاظمه دبه نکنه. کاری که ازتون خواستم انجام بدین، آگهی کنین تو روزنامه. شما بار آخرت باشه که راجب بزرگترید اینطوری حرف میزنی. چشم آقا جون، چشم. باشین بریم. خانم جون کاری نداری؟ ما دیگه بریم. خداحافظ. نه مادر جون، مراقب خودتون باش. به سلامت. خدا به امرتون. آقا جون بفرمایید. دستت درد نکنه. بزنین قرصتون هم بدم که باش بخورید. دیشب کجا بودی؟ چطور مگه؟ یعنی که دیشب کجا بودی؟ خونه دایی کاظم. کسی بهت نگفته بود که دیگه حق نداری پات اونجا بذاری؟ گفته بود یا نگفته بود؟ چرا؟ داداش حامد گفته بود. از چرا به حرف بزرگترت گوش نکردی؟ آخ آقا جون، علی قراره که... علی چی؟ علی قراره که شوهرم بشه. قرار بود. یعنی چی حاجی؟ پس فردا بله برون دخترته. بله برون؟ کدوم بله برون؟ دختر من اگه دختر منه با اون طایفه وصلت نمی کنه. حاجی منم از همون طایفم. در ثانی صیغه محرمیتشونو خوندی؟ خب خونده باشی. اون صیغه از همین الان باطله. دیگه هم کسی حق نداره تو این خونه اسم اون پسر رو بیاره. روشن شد؟ زشته حاجی، به خدا زشته. همه فامیل رو دعوت کردیم پنجشنبه بیان اینجا. خواهرت از راه دور داره میاد به خاطر مریم.
خب خواهرم بیاد قدمش رو چش، ولی بله بروم بی بله بروم دیگه هم اسمشو تو این خونه نگیری. من دختر به کسی نمیدم. دست شما درد نکنه شجاع. زحمت کشیدین. خیلی خوش اومدین. دست شما درد نکنه. راستیتش راش خانم، حاج آقا خیلی به گردن ما حق دارن. حیف شد جوان، خیلی دیر به هم رسیدیم. میدونی ما داریم کارخونه رو تعطیل میکنیم، وگرنه با جنمی که من تو تو میبینم میتونستی خیلی خوب پیشرفت کنی. اشکالی نداره آج آقا، ما واسه کاربار اینجا نیومدیم. زندگیمون از قبل همون ماشین میگذره، خدا رو شکر. الان هم اگر اینجا این به خاطر بیادبی نباشه پیش شما، زنمه که گفت بریم ببینیم حاجی اینا کاری باری چیزی دارن یا نه. بالاخره ما به حاج آقا خیلی مدیونیم. دست شما درد نکنی. ببینم جوان، تو هر کاری باشه انجام میدی. بله آجی، هر کاری.